آیا خواب یک دلاری شدن ترا کلاسیک تعبیر می شود؟ توکن لونسی که ترا کلاسیک هم نامیده میشه همون کریپتوی قدیمی لوناست. در ادامه یه رخدادی که در اون شبکه ترا دچار بحرانی عظیم شد، دوکوان، بنیانگذار شبکه ترا، اقدام به ارائه برنامه هایی به جهت بازیابی ارزش لونا کرد. یکی از این برنامه ها لونا تونام داشت. در طی این برنامه توکن جدیدی به وجود اومد و توکن قدیمی تغییر نام پیدا کرد. بر این اساس رمز ارز جدید با نماد لونا نمایش داده میشه و توکن لونسی همون رمز ارز قدیمیه. حال ما امروز در این ویدیو قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا خواب یک دلاری شدن ترا کلاسیک تعبیر خواهد شد؟ سلام، به چنل کریپتو ایجنسی خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که بیننده ی ویدیوی ما هستید. سابسکرایب به چنل یادتون نره و واسه این که از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید رو اون زنگوله یه کوچیک کلیک کنید. اگه ویدیو رو دوست داشتید بدونید که با لایک کردنتون کلی انرژی واسمون میفرستید. خب بریم سراغ ویدیوی امروز. مایکل وندپوپه که اون رو به عنوان تحلیلگر معروف ارزهای دیجیتال میشناسن، این گونه اعتقاد داره که قیمت ترا کلاسیک یا لونسی هیچ وقت دوباره بازی یک دلار رو کسب نخواهد کرد و همین اظهارات خود سبب شده بود که امیدهای سرمایه گذاران این ارز دیجیتال ناامید بشه. او در پاسخ به یکی از کاربران توییتر که این گونه گفته بود: من 3 میلیون توکن لونسی دارم که در قیمت‌های بسیار پایین خریدم. اگه قیمت این رمزارز دوباره به 1 دلار برسه، دچار حمله قلبی خواهم شد. چنین بیان کرد که این رخداد هرگز اتفاق نخواهد افتاد. هنگامی که از او خواستند تا برای پیشبینی که بیان کرده دلیلی ارائه کنه، او از کاربر درخواست کرد از ریاضیات ساده استفاده کنه. لازم ذکر کنیم که ترا کلاسیک در طی بازی زمانی هفته گذشته نوعی رالی چشمگیر داشته. با توجه به داده های بازار، این کریپتوکارنسی که در حال حاضر در محدوده 0.3 تا 0.2454 دلار معامله میشه، در طی بازی زمانی چند روز گذشته چیزی حدود به 60% و در طی یک هفته اخیر بیشتر از 140% رشد داشته. افزایش شدید قیمت لونسی عده بسیاری رو شگفت زده کرد، به دلیل اینکه این کریپتوکارنسی بعد از افت قیمت شدیدی که تجربه کرد به وسیله ی آزمایشگاه ترا کنار گذاشته شده و توکنی تازه جایگزین اون شده بود. در اون هنگام سرمایه گذاران لونسی از تیم ترا درخواست کردند تا گوشه ای از عرضه این توکن رو بسوزونن تا قیمت اون دوباره بالا بره. با تمامی این اوصاف، به وسیله نادیده گرفتن این درخواست از سوی ترا، سرمایه گذاران تصمیم گرفتن تا خودشون دست به کار بشن. بر اساس گزارشات منتشر شده، تا به امروز بیش از 3 میلیارد لونسی به وسیله هولدرهای این رمزارز به یک آدرس مرده فرستاده شده. علاوه بر توکن سوزی های صورت گرفته شده از سوی جامعه، پیشنهادی هم به منظور سوزوندن 1.2% از کل تراکنش های لونسی تصویب شده که البته بر اساس کسب 93% آرا همچنان اجرایی نشده. حالا میخوایم نظر شما رو بدونیم. نظر شما راجع به آینده قیمتی ترا کلاسیک چیه؟ آیا تجربه فعالیت در بازار ترا کلاسیک رو داشتید؟ لطفاً نظرتون رو توی بخش کامنت ها برامون بنویسید. اگه ویدیو رو دوست داشتید، لایکش کنید و به دوستاتون معرفیش کنید.
ممنونم از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.